خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. حتما تعجب میکنید که چرا این اتاق خالی است و کسی نیست، هیچ جای تعصب نداره. بالاخره یه روزی تمام این اتاقایی که میبینید، خونهایی که میبینید خالی میشه. یه شعری بود اون وقتا بالای در منزل آقای قاسم سوربی در شیراز نوشته بود که دنیا پلیست رهگذر راه آخرت، اهل تمیز خانه نسازند بر پلی. بعضی هم میخوندن اهل تمیز خانه نسازید بر پلی. در هر صورت بنده امروز واشنگتن بودم، اینجا به شدت باران و طوفان نه بارون میاد و چند روزم هست که فلاد یعنی سیل اومده بعضی جاها به خاطر بارون زیاد. همه اینها هم تقصیر این پدر سوخته آخونداست و الا ما زمان شاک طوفان نداشتیم، بارون نداشتیم، سیل نداشتیم، اونم تو آمریکا. استغفرالله، از این حرفا نزن. خب آقای موثقی میگه آقای سوربی شما خودتون کجا هستید؟ آقا من این ورم، من این پشت وایستادم، این میز و اینا مواظبم، ولی این ورم. خیلی ممنون از آقای زمانیان، خیلی ممنون از آقای موثقی. دارم همینو میگم، من امروز چون دیر شد و خیلی هم خوشحالم که به آقای لادن گفتم اجازه بدین همون دوشنبه، چون دوشنبه ها ساعت و اختیارش دست خودمه، هم با دوستان از کانون آوا میتونیم 12 ظهر برنامه داشته باشیم، هم با آقای امیر حسین لادن 3 بعد از ظهر. و این روزای دیگه متاسفانه اختیار دست من نیست، دست ترافیک و دست بارون و همون ماجرای ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارند تا سوربی به واشنگتن برود و سالم بازگردد. خدا لعنتشان کنه. کیو لعنت کنه آقا؟ انقدر لعنتی داریم این روزا که باید شماره بهشون بدی، باید اسم بهشون بدی. بذاری من این چیزارم را بندازم، شماره تلفن و اینها داره کار میکنه. بله، تصویری هم از خودم الان براتون میذارم که کیف کنید. اینجا مانیتور شماره 2 رو براتون روشن کنم. دارید یاد میگیرید یواش یواش کار کردن با تلویزیون و میکسر و اینا؟ خب اب نداره. بذارید اول براتون اینو بذارم، این انسانیتی یعنی دیوانگی. پلیر 2 میگه که آلبرت اینشتین گفته دیوانگی اینه که یک کاری رو انجام بدید، تکرار کنید، ولی انتظار داشته باشید که نتیجهش یه چیز دیگه باشه. در صورت نمیدونم، اینم به نظر من درست میگه و ما ایرانی ها متاسفانه این کار زیاد انجام میدیم که یه کاری رو به اصطلاح انجام میدیم، میبینیم نتیجه نداد، ولی بازم میاییم و هی اونو ادامه میدیم. بذارید من اینو بیارم اینجا ببینم این روشن میشه. بله، همین پلیر 5 رو براتون میذارم. بفرمایید پلیر 5 یا اصلا میبرمش رو پلیر 1 به جای این منزل خالی. بفرمایید. اینم سوربی، چند سال جوانتر، یه مقداری هم موهاش بیشتر. حالا دیگه حرف حسابتون چیه؟ سوربی با مردم. مگه ما به شما میگیم عکستون رو نشون ما بدین؟ مگه ما میگیم فیلمتون رو نشون ما بدین؟ شما هم نباید بپرسین دیگه. خب دوستان عزیز، امروز جمعه است، ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران برنامه‌ای درست میکنن و میفرستن. ایشون هم گفته که یه مقداری چیز شده، به اصطلاح یه مقداری اینترنت ایران مشکل داره و این بنده خدا ممکنه به موقع نتونه چیز رو بفرسته، برنامه امروز رو. ولی به من گفته که شما تلگرام رو هم چک کن، تلگرام مثل که سریع‌تر میتونه این چیزها رو بگیره و بفرسته و اینها. خب آقای موثقی و دوستان دیگه، صدای منم دارید یا فقط همین تصویر چند سال پیش رو دارید؟ اگه صدا دارید بنویسید دیگه، بنویسید صدا عالی جای تصویر خالی. خب من الان یک کم را بیفتم اینا رو بهتون نشون میدم. بله، آقای زمانیان پرسیده بود برنامه زنده دارید؟ والا زنده که چه عرض کنم، نیمه جان. زبلند خبر خوب که
آقای حسن ارشادم برنامه شماره 179 رو هم الان فرستادن و نوشتن تقدیم به شما بینندگان عزیز. اینم از این ماجرا و بریم سراغ برنامه های دیگه. به به، ماشالله. چی ماشالله؟ آها، این عکس میدونید مال کی بوده؟ فکر کنم سال 2011-12. اینو یه دوست بهایی داریم، عکس گرفته بود، گذاشته بود برای برنامه های ما. اون موقع ما هم اینو حالا استفاده میکنیم. و دیگه چی داریم براتون؟ امروز فیلم و نوشته و اینا زیاد دارم، فقط یکم بذارید جا بیفتم، از راه رسیدم و با هم برنامه رو پیش میبریم. خب این اون، این هم از این. آها، این پیام آقای ارشاده که از ایران لطف کرده بود، زنگ زده بود که بذارید من اینم روشن کنم که یه مقداری ممکنه دیر بشه، ولی فرستاده برنامه. و اما آقای منوچهر گل از بوستان، منی همیشه بوستان که میخوام بگم با بوستان اشتباه میکنم، از بوستان زیبا پیام گذاشته. و من چشم آقای منوچهر خان، من به آقای انصاری میگم، ولی بر اساس تجربه‌ای که من دارم و سالها ایشون رو میشناسم، ایشون از موقعی که دیگه تلفن مستقیم باز نمی کنیم گفتن هر کسی سوالی داره سوالاشو بفرسه، من پاسخ میدم. شما هم که سوالاتون رو لطف میکنی با تلفن میذاری دیگه، چه بهتر، لازم هم نیست پول برنامه رو شما بدی، شما زنگ بزن، پیام بذار، سوالاتو بذار، ایشون پاسخ میده. اگرم پاسخ نده، اتفاقا چون پیام شما پخش شده، مردم میگن ببین این آقا منوچه یه سوال درست کرد و این آقای احمدعلی مسعود انصاری جواب نداد. یه مقداری از این جر و بحثای رو در رو اینا بیان کنار. آقا من حرفمو میزنم، نیم ساعت دیگه هم شما حرفتو بزن. مردمم این وسط قضاوت میکنن. بذارید حالا حرف آقای منوچهر خان بشنویم، ببینیم که ایشون چی میگن. و حدود 2 دقیقه، 1 دقیقه و 58 ثانیه ایشون لطف کرده دیروز زنگ زده پیغام گذاشته. آقای شادی سلام، من منوچهر هستم، از باستان زنگ میزنم. اکرام که باید بهت توضیح بدم، شما میستین که یه مسائل فوت این آقای افشار رو با آقای مهدی خدا بیامرز اصلا قاطی کردید. آقای مرحوم حسین مهدی سال 1330 به دنیا اومده، میشه 84 سال. بعد این آقای افشار در سال نمیدونم دقیقا، در این بین سال 1330 تا 1340 به دنیا آمده که میشم اون پیدامون 60 خوده. و اینا شما اشتباها با هم ادغام کردید که ما هم یه مثل گمراه کردید. برکرد این مسئله این البته نظریه شخصی خودم بود، حالا بیدم قبول دارید یا نه، ولی در مورد آقای مسعود انصاری من پرسش هامو نمیتونم براتون بفرستم و ایشون مثلا بخوام پاسخ بدن، خب نظرش داده، خب نظرش رو بگیر و از این صحبت ها. این یه چیزای غیر منطقیه، این پرسش ها پرسش های شخصیه و من اینا رو در این مدتی که چه برنامه شما سایره به حساب فرستنده که داشتن، من نشنیدم که کسی سوالی بکنه و ایشون جوابی بدن. حالا اگر مقدوره من خزینه‌شم با کمال میل تقدیم میکنم، چون وقت شما رو میگیرم و ایشون به این پرسش ها پاسخ بدن. و خیلی ممنونم، اگر سوالی هست خب تلفن منو که بازم میدم. بله خیلی ممنون. من اصلا متوجه نمیشم آقا منوچه، شما میگی این که شما سوال کنی بعد ایشون جواب بده منطقی نیست. آقا همه جای دنیا الان طرف زنگ میزنه سوال میکنه یا مینویسه رو کاغذ سوال میکنه طرف جواب میده، بعد شما میگید این سوالایی که من میکنم سوالای خصوصیه. خب با خودشون تماس بگیرید، از خودشون سوال خصوصی کنید. ضمناً شما میگید که هر جا مصاحبه های ایشون رو دیدید
هرگز ندیدید یا نشنیدید که ایشون جوابگو باشه. قربان، من 12 تا برنامه با آقای احمد علی مسعود انصاری دارم که تلفن ها 2 ساعت باز، مردم هم میمدن سوال میکردن. و امروز شما که انسان شریفی هستید، شاید دارید جریمه اون انسان های نادان رو میدید که با سوالات احمقانه، آقا نمک رو خوردی، نمکدون رو چرا شکستی، آقا نمیدونم تا موقعی که اونجا بودی چرا چیزی نمیگفتی، از این سوالا بعد دیگه ما تصمیم گرفتیم آقا برنامه های زنده به این صورت نداشته باشیم. چون اصلا طرف میومد هدفش این بود که راه و به اصطلاح هدف برنامه منحرف بشه و بره هر جای دیگه. در هر صورت دوست عزیز، من به آقای انصاری میگم ولی برنامه مال ایشونه، برنامه رو یه نفر دیگه چیز کرده. و اینجا اینکه من پولش رو میدم خیلی هم کار نمیکنه. یادم میاد سالها پیش یه نفر به من زنگ زد، یه شهاب دیوانه‌ای بود و ما اولین تلویزیونی بودیم که به کمک آقای داریوش رفته بودیم روی اینترنت. یعنی دنیا برعکس شده، حالا همه چی روی اینترنته. اون وقتا تلویزیون‌ها روی دیش و ستلیت و کیبل بودن و تلویزیون رنگارنگ برنامه من اولین برنامه بود که رفت روی اینترنت. اینایی که اروپا و این ورور بودن روی اینترنت و پیپل و اینا، پیپل نه، پرتاک و اینها، آمدن و تماس گرفتن. یکی گفت آقا من اینقدر میدم اگه شما بگی مرگ بر این، یکی گفت من اینقدر میدم. گفتم صبر کنید، اینجوری نیست که اگه اینجوری پیش بریم فردا یکی هم زنگ میزنه میگه آقا من اینقدر میدم اگه پیرنتو در بیاری، اینقدر میدم اگه شلوارتو در بیاری. آقا شما به جایی که بری این رستورانایی که زنا لخت میشن، اشتباهی اومدی تلویزیون خاموش کن، یه دلاریاتو بردار برو اونجا. دوست عزیز من آقای منوچهر نازنی، من روش برنامه هام اینه، شما میخوای برنامه بذاری پولش هم میخوای بدی، برنامه بذار، بیا به مردم بگو آقای انصاری که میگه من با شاه بودم دروغ میگه، من دیدمش فلان جا فلان تاریخ، شاه در مراکش بود، در پاناما بود، این نبود اونجا. مردم هم تاریخ ها رو چک میکنن. چی میکنن؟ سوال های خصوصی هم من با وجودی که نمیخوام بدونم، ولی خودتون دارید میگید سوال خصوصی. آقا اگه سوال خصوصیه، این که خصوصی صحبت نمیکنه، این داره عمومی صحبت میکنه. این داره میگه من به دلیل ازدواج پسر دختر خالم فرح با نمیدونم این شاه، راه هم کشیده شد به دربار. بعدم میگه با اینا بودم، بعد دیدم آقا اینا اصلا مال نیستن، آدم نیستن، به فکر مردم نیستن، به فکر کمیشن خودشونن، و من راه هم جدا شد. میگه حتی به رضا پهلوی هم گفتم که آقا من دیگه طرفدار پادشاهی نیستم. گفت هیچ عیبی نداره، شما با من وایسا. حالا هم یک کتاب جدید نوشته، شما لطف کن این کتابشو از روی آمازون خریداری کن بخون. چون اتفاقا خانم نایر، این خواهر عزیز من از آلمان، نوشته بود که این کتاب به دستم رسید، تشکر کرده بود. گفتم خب شما همیشه حمایت کردی، یه بارم ما به اصطلاح به این صورت تشکر کن. در صورت ایشون گفته من دارم میخونمش. کسیه که خانم نایر میگه من از این آقای انصاری اصلا بدم میاد، هیچ عیب نداره. آقا یه نفهم اینی از صورت یه که خوشش نمیاد، ولی حالا کتابو میخونن. ایشون نوشته جاهایش که به نظر من اشکال داشته باشه بعدن بهتون میگم. ما بسیار ممنون و متشکر. بذارید من این فیسبوک رو اینجا مطمئن بشم برای دوستان فرستادم. اتفاق هفته پیش یه برنامه دیدم از آقای عبداللهی، این آقای افشین عبداللهی، و گفت که دوستان مجبورش کردن که برنامه زنده بذاره. بعد دیدم با تیشرت و آماده هم نبود. اینو خانمش برنامه خیلی خوبی درست میکنن، حرفه‌ای هم، پرفشنال. ولی یه دفعه دیدم از کراوات و پیرن قرمز و اینها اومده با تیشرت، باید مثل زیر پیرنی ما میگیم به تیشرت، نشسته و برنامه اجرا میکنه. به نظر من برنامه خوبی نبود و شما خیلی به فکر این که
همه زنده پخش میکنن، منم زنده پخش میکنم نباش. این روزا بهش میگن ویدیو آن دیمند، VOD، یعنی هر کی میخواد همون موقع که خودش میخواد تماشا کنه. شما درست کن بذار، هر کی میاد خودش میره و هم میداره تماشا میکنه. این نصیحت من به شما به عنوان یه همشهری و کسی که این کار رو انجام میده. میگه که بیش از 500,000 فلسطینی در مرز جمع شده، خواهان پیشروی در زمین های اشغالی هستند. این طرز آزادی فلسطین ده ها سال مطرح شده بود، اما شرایط روانی و منطقه‌ای و جهانی تشویقش نمی کرد. امروز با سادگی انتقال خبر، زورگویی و بی‌انصافی و افتضاح رهبران عرب، ملت به سطوح آمده حرکت کرد. عکس العمل اسرائیل در برابر این جنبش چه خواهد بود؟ خیلی ساده من به شما بگم، اسرائیل همین دیروز باز یونایتد نیشن، سازمان ملل، چندین به اصطلاح قطعنامه و اینها که این کاری که این جدیدن انجام داده کار درستی نبوده، چنین و چنان، ولی مهم اینه که اونا کاری به این ندارن، محل به یونایتد نیشن نمیذارن، محل به آزادی و حقوق بشر و اینا نمیذارن، دارن زور میگن. یه سری شارلاتان هم مثل ترامپ اینا رو حمایت میکنن و ببخشید که این صداش زیاد بود، میخواستم اون دوستمون یه وقت بچهش بیدار نشه، بستم، انشالله دوباره بازش میکنم. بله، 500,000 دوستان خیلی زیاده و بعضی وقتا واقعا باید یه حرکتی انجام بشه تا ملت به رگ غیرتشون بر بخوره، مثل که این انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم باعث شده که به غیرت اینا بر بخوره و از اینکه بیان تو خیابون 4 تا سنگ بندازن و 4 تا لاستیک آتیش بزنن منسجمتر شده و میگه 500,000 نفر رفتن که برن در مرز و گفتن خب ما میریم سرزمینای اشغالی رو پس میگیریم. خب ببینیم چه خواهد شد. این ماجرای سرزمینهای اشغالی هم داستانیست عجیب، داستانیست قریب. و اما میگه نماز قبل از افطار ماه رمضان. من ببینم این جوک چیه این دوستمون میفرسه. بله بذارید ببینم، اینه فکر کنم قبلا هم دیدم، اگر یک لوری هست بذارید ببینم. بله، این هم پدر بزرگ که وسط نماز خوندنش میزنه تو سر نوش و فوش بهش میده. بله، برای که یعنی کانسپت چی میگن، مفهوم این نماز و نماز خوندن و اینا رو اصلا غلط یاد دادن به اینا و این همون مثل اونایی که میرن زن میشینن تو کاراته یا اونایی که میرن تو حالت خلسه یا یوگا میشینن انگشتاشون اینجوری میگیرن به هیچی، میگن نباید فکر کنیم، که کار بسیار مشکلی هم هست. الان اگه بخواید امتحان کنید، همین الان که داریم با برنامه من به اصطلاح هستید و میبینید، فکر برای یه لحظه یه دقیقه خودتون رو متمرکز کنید که به هیچ چیزی فکر نکنید، اصلا امکان نداره. ببینید میتونید بشمار از هم، اگه بخوای بشماری که حواست به شمردن به اصطلاح معطوف میشه، اگه نشماری که یه دقیقه رو نمیفهمی که یه. خب حالا بریم ما براتون چیزای دیگه که گذاشتیم بیاریم و ببینیم که دیروز ماه رمضان شروع شد، ماه تنبلی و خوابیدن به عنوان روزه گرفتن و بهانه‌ای برای خدا، گویی خدایشان با این وضع بندگان شاد شده و آنها را یادش پاداش میدهد. این هم داستانی از حلاج که در گفتاری از او یاد کردم. حسین ابن منصور حلاج، بذارید ببینیم چیه، حیات و کلام با هم ببینیم و بشنویم. کمرای دو. یکی از روزهای ماه رمضان، منصور حلاج از کنار خرابه‌ای که جزامی ها سکونت داشتن می گذشت. جزامی ها داشتن نهار می خوردند. نهار که چه؟ تهمانده غذاهای دیگران و چند تک نان. یکی از آنها تا حلاج را دید گفت بفرمایید.
مزاحم نیستم؟ حلاج گفت نه 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 بفرمایید. چون حلاج پای سفره نشست، یکی از جزامی ها پرسید تو از ما نمی ترسی؟ دیگران حتی از کنار ما رد هم نمی شوند. حلاج گفت آنان روزه هستند. پس تو که این همه عارفی و خدا پرستی چرا روزه نیستی؟ حلاج گفت امروز روزه نیستم. حلاج دست بر غذا برد و چند لقمه خورد، سپس تشکر کرد و رفت. موقع افطار حلاج گفت خدایا روزه مرا قبول کن. یکی از یارانش گفت ولی ای منصور، ما تو را دیدیم که داشتی با جزامی ها نهار میخوردی، چه روزه ای؟ حلاج در جوابش گفت روزه من برای خداست، ما روزه شکستیم اما دلی را نشکستیم. بسیار عالی. با پخش اینها ما همه آدم های خوبی میشیم و خنده داره. در رابطه با این آدم های خوب بودن و تلویزیون و اینها خیلی تعجب کردم لیلا خانم وقتی که شما گفتی که thanks for your honesty، یعنی ممنونم از صداقت شما. مگه شما این چند سال گذشته چیزی به غیر از صداقت از ما دیده بودی؟ چیزی به غیر از این که من بگم تلویزیون برای تماشا کردن، اونم موقعی که هیچ کار دیگه‌ای ندارید، برای کشتن وقت، برای تلف کردن وقت، برای وقت گذرونی، برای سرگرمیه. هر کسی میگه تلویزیون برای انقلابه و شما اگه میخوان انقلاب کنید برید تو تلویزیون اون. هر کسی میگه تلویزیونش برای جنبشه و داره میجنبونه، اگه کسی میخواد جنبش کنه بره اونجا. اینجا من 20 ساله گفتم نه من به کسی میگم چی کار کن. چرا؟ وقتی میگن آقا خب حالا که شما اینو میگید برنامه‌تون چیه؟ میگم من برنامه‌ای ندارم، ولی اگه شما میخوای ایران آزاد کنی میتونم به شما بگم چی کار کن. میگم بفرما. میگم تشریف ببرید ایران. و دوست عزیز من خانم لیلا درباره آقای ایرج مصداقی سوال کرده بود که آیا من ایشون رو میشناسم. بله من ایشون رو میشناسم، از موقعی که ایشون سخنگوی سازمان مجاهدین بود، یعنی بلندگوی تبلیغات دروغ سازمان مجاهدین. بعد سازمان مجاهدین رو رها کرد، برگشته و حالا داره داستان حقیقی سازمان مجاهدین رو میگه. و اگر نگاه کنید تقریبا مثل این ماجرای دوستانی که جدا شدن، البته اونا بلنگو نبودن، اونا بنده خدا 30 سال رفتن عمرشون رو گذاشتن یا مکانیکی میکردن یا سربازی میکردن یا فکر میکردن دارن برای آزادی کشور کاری میکنن، ولی این آقای مصداقی به اصطلاح یکی از رده‌های بالا بوده که به خاطر اینکه خوب حرف میزنه و پر حرف میزنه، حالا چی میگه نه، گذاشته بودنش برای حرف زدن. حالا که اومده من میگم بیان ماجرا رو بگین، ولی دیگه قربون عمت برین دیگه نمیخواد به ما بگین ما چه کار کنیم. شما که خود وقتی که جوان بودی دوتا کتاب خوندی، فکر کردی همه دنیا رو میفهمی، رفتی اسیر دست رجوی بی سواد احمق بنیادگرا شدی، امروز که باز اومدی بیرون الان فکر میکنی خیلی میفهمی، حالا میخوای به ما بگی. آقا نه، برو برای خودت خوش باش، هرچی هم میخوای بگی بگو. این آقای ایرج مصداقی. و اما خانم لیلا خانم درباره امیر عباس فخرآور، اگه شما یادت باشه چند هفته پیشم که شما امیر عباس فخرآور رو یکی دوتا ویدیوشو نگاه کردی و گفتی به به عجب آدم راستگویی، گفتم ویدیوهاشو بیشتر نگاه کن که خود شما به من خبر دادی که آقا عجب پدر سوخته، هم بلاکم کرده هم چنین و هم چنان. تا حالا اومده ویدیوی آقای مسعود انصاری رو ورداشته به عنوان این که تاییدیه بذاره، برای تایید و تأکیدی باشه که ایشون فامیل رضاخانه. من میگم گیرم که فامیل رضاخان باشه. آخه اینی که نوش هست اینجا هست، 20 کیلومتری ما هست، اون ور رودخونه هست، چه گلی بر سر ملت زده است
که این آقا که میگی نمیدونم بابای رضا شاه یه روز از ده ما رد میشده پریده رو نمیدونم ننه مادر پدر ایه همچین چیزی. بعد شما میگی خب باید یکی قبول کنه که این فامیل، خب قبول کن شما، حالا ارث و میراث رضا شاه رو به اینم بدن. اینا که این یه لقمه پول به نون به کسی نمیدن، یه پنی پول به کسی نمیدن. وقتی من میگم این لیلا خانم دشمن من شده، نه اینکه شما چاقو و خنجر برداشتی بیای منو بکشی، یه جورایی داری با خودت هم دعوا میکنی. از این ور یه کسی رو میگی آدم بدیه، فردا میگی خب ما باید قبولش کنیم. خب قبولش کنی چون مبارک، چی بگم من. در هر صورت اینم از این ماجرا. و اما براتون بیارم این نوشته‌هایی رو که گذاشتم اینجا و آنجا بخونیم و ببینیم. و میگه انسان ناتوان، وقتی انسان مدعی قدرت و بزرگی توان تسلط برخیش را در برابر چیز کوچکی میابد یا میبازد، با این حال درک سستی نتواند. خب شما فارسی که می نویسی یک کمی برای من که فارسیم خیلی خوب نیست، مطمئن باش فعل و فاعل و مفعولش درسته که من بتونم بخونم. حالا ببینیم این آقای ویگن رو شما برای ما فرستادی دلیلتون چی بوده و رابطه این ویدیو با اون نوشته چی هست. بله از کنم که این سیگارت نمیذاره دیگه، این سیگار. ببخشید بینندگان عزیز، سیگار رو نمیشه ترک کرد دیگه، چیکارش کنم. من حتی یه شعر نوشتم یه شب و بالای سرم زدم دروش نوشتم گذاشتم بالای تخت و این شعر اینطوری بود. نوشتم که تو که با هر دم و با هر نفسی یار منی، موقع شادی و غم همدم و غم خار منی، دیگه از روی تو و بوی تو من بیزارم، وقت آن است که عهدی با خودم بگذارم. حالا عهد چیه؟ اگه من عرضه ندارم که تو را ترک کنم یا که تنگی تو را در نفسم در کنم، بهتر آن است که از زندگیم دست بکشم یا که آن دود کثیف تو را دیگر نکشم. خب میدونید که آقای ویگن خواننده جاز و برادرش هم کارو، اینها یه مقداری ذوق شعر و شاعری هم دارن. اگه اشتباه نکنم کارو اون شعر آخ مادر رمدونم ببین، از باده خون مستم آخر خوش شد یخ بست بر دامان حلق دستم آخر چیز بود. بله آقای اکبری من سلام میکنم به شما. نوشتن که امیر عباس فخرآور را فقط پارسا سربی خیلی قشنگ سر زندان عادل‌آباد رسوا کرد. من نکردم این کارو، آقای فرهاد پارسی از شیراز هست و اینها زنگ زد از اروپا و از ایشون پرسید شما که میگی زندان عادل‌آباد بودی کجا بودی؟ ایشون گفت من، گفت تو چه بندی بودی؟ گفت من بند بلد نیستم، من تو قرنطینه بودم. بعد معلوم شد اصلا زندان عادل‌آباد قرنطینه نداره، آقای فخرآور دروغ گفته، اصلا اینجا میخواست بلندش در بره. که یه وبسایتی هم این تیکه یه ویدیوی ما رو، حالا چه بی اجازه چه با اجازه، چون ما اجازه هم لازم نیست، من کپی رایت رو گذاشتم اونجا آزاد، هر کی میخواد ویدیوی ما رو، ولی من شرط گذاشته بودم که تمام برنامه رو میتونن پخش کنن، نه یه تکه‌ای به اصطلاح در بیارن. اینم از این. ممنونم آقای اکبری. آقای مصداقی در عملیات مسلحانه پنج مهر فعالیت گسترده داشت در جنگ خیابانی. بله این از این. آقای خوشنودی از همه قشنگتر نوشته، قجی قجی قصه دلتون بسوزه، خیلی قشنگ نوشته چه مزخرفاتی گفته حلاج. منم همینو میخواستم بگم، آخه همین حلاجی که سرش رفت بالای دار به خاطری که حرف حق زد، وقتی میبینین تو کوچه و بازار آقا میخوای بری به جزامیه بشینی بغل دستش، برو بشین بغل دستش، دستم بکش رو سر صورتش، اصلا صورتم بمال به صورتش، مثل خانم فرح پهلوی که رفته بود، حالا معلوم نبود یه مشتی گریم کرده بودن یا واقعا رفته بود، و
ولی این مزخرفات چیه؟ من روزم رو به خاطر اونا که دلش نشکنه، حالا روزم رو به خاطر خدا. همین دروغا اون روز رو شعرم من خوندم، مال سنایی بود، کی بود؟ من یه چیزی اینجوری نوشته بود، نه تو اینجا بود نه من اونجا بودم. همین اینا هم ببخشید، ما که گیج هستیم، اینا هم دیگه با این شعراشون و با این نقل قولاشون و با این حدیثاشون مثل گوز ما رو گوز پیچ کردن. خیلی ممنون مجید جان، بچه خیابون شهناز. بله، درود بر همه دوستان. فرخ هم نوشته درود، یعنی دو تا رودخونه بر آقا فرخ. کجای ویرجینیا زندگی میکنی؟ آقا این لایرز رود و خیابونای دیگر آب گرفته، بعد اصلا زیر آسفالت رو آب شسته بود برده بود. هر بار که من رد میشدم میگفتم الان با ماشین میرم پایین، و تمام این شنای کنار خیابون رو هم به اصطلاح آب برده بود. حالا امیدوارم شما هر جا هستی بالای شهر باشی. این کلمه بالای شهر پایین شهر هم چیز جالبیه. بالا شهری ها همیشه وضعشون بهتره، آب میاد، سیل میاد، میره اون پایین بدبخت پایین شهری ها رو میگیره، نمیدونم هوای خوب هست و اینها، میره بالای شهر. و اما نتیجه اولین انتخابات عراق، ائتلاف حیدر العیادی پیشتاز است و ائتلاف مقتدا صدر دوم. میدونید که اونجا هفته پیش به اصطلاح نتایجش ببخشید 28 اردیبهشت جمعه، این همین الان نوشته. چجوری من داشتم توی اوکی، حالا براتون نشون میدم. نه ببخشید، تاریخ بالای این 28 اردیبهشت یعنی امروز، ولی تاریخ این مقاله 23 اردیبهشت. وقتی آدم گیر میکنه تو بارون و توی چیز اینجوری میشه دیگه، قاطی میکنه. من بیارمتون کامرای 3، بریم وایس آف امریکا ببینیم چی نوشته. نتایج اولیه انتخابات عراق، ائتلاف حیدر العبادی پیشتاز است و ائتلاف مقتدا صدر دوم. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه 23 اردیبهشت گزارش داد که بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، ائتلاف وابسته به مقتدا صدر نیز در جایگاه دوم است. انتخاب این مقتدا صدر همون بود که گم شد. خیلی جالبه، تو هواپیما سوار شد، هواپیما اینجا که سوار شد این داخلش بود، وقتی رسید مقصد این نبود، همونه دیگه. نه اگه کسی میدونه داستان اینو برای من بگه. در اصل میگه این انتخابات در آرامش نسبی برگزار شد و به جز انفجاری در هویجه در جنوب کرکوک که منجر به کشته شدن 9 مأمور امنیتی شد، حادثه دیگری گزارش نشد. شما ببینید اینقدر ملت ما عراق، افغانستان بدبخت هستیم، پاکستان اینقدر روزی 60 تا 50 تا 100 تا 300 تا کشته میشه، وقتی که 9 نفر کشته میشن میگه فقط 9 نفر کشته شدن و انتخابات در آرامش نسبی. آرامش نسبی ما عقب افتاده ها به قول این کاووسی، سعید کاووسی، 9 تا مأمور امنیتی کشته شدن. عجب ملتی هستیم والا. خب بیایم اینجا ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. این پلیر 4 رو هم ببینیم. بله دوستان، این تلفنی که من اینجا براتون گذاشتم، شما میتونید زنگ بزنید 3 دقیقه صحبت کنید، هم در رابطه با صحبتایی که من میگم اینجا یه چیزی، برنامه‌ای که من اجرا میکنم، هم خودتون اگه یه مطلبی به نظرتون میرسه. مثلا دیروز من داشتم رانندگی میکردم، گفت که این تیم کپیتال هاکی واشنگتن میخواد مسابقه بده و اینا وقتی مسابقه میدن موقعی که وسط هفته هست، روزای معمولی هفته هست، خیلی جالبه، مردم تو خیابون و تو این سالن اینا مترو میبنده میره و این بیچاره ها در به در میشن. بعد مترو گفته خب اگه میخواین ما واز باشیم، یه کسی باید برای این ساعات اینجا همه چی رو حساب میکنن، مو رو از ماس میکشن، برای این ساعات اضافی $100,000 خرجشه، یکی بده. شما فکر میکنین کی این پول داد؟ یه آقای قطری. حالا این قطر همون قطری هست
که این شارلاتان ترامپ وقتی رفت عربستان سعودی، وقتی برگشت گفت که قطر مسئول ترور و تروریستا هست و اینها، و روزگار رو بر این قطر سیاه کرد. قطر هواپیماش دیگه از این ور نمیتونست بپره، شانس آورد که ایران کمک قطر کرد. حالا شما اینو داشته باشی، حالا همین قطر بعد، همین قطر تروریست آمده پول میده به داماد ترامپ شارلاتان که این ساختمونای بزرگی رو که توی نیویورک خرید و ضرر کرد و وضع خودش و پدرش افتضاح شد، اینها رو از لجنزار این معامله، شماره ساختمونم هست 666، این 666 که شماره شیطانیه، همین قطر میخواد اینا رو از اونجا نجات بده. باورتون میشه دوستان؟ هنوز یه عده‌ای میگن آقا به این ترامپ وقت بدین، و این ترامپ کسیه که با حماقتش همینجوری که قشنگ داشت پیش میرفت که نورد کوریا مرده این دیکتاتور جوون بیاد جلو، یه دفعه جان بولتون گفت که ما برنامه همون لیبی رو برای این میخوایم اجرا کنیم. اون مردم گفت ای داد بیداد، اینا میخوان منو ببرن مالزی، اندونزی، نمیدونم کجا قرار بود، چون سوئد و سوئیس و اینا بود، ولی بعد یک کشور دیگه میخوان منو ببرن اونجا، بعدم لابد اینجا کودتا میشه، اونجا هم سر منو میکنن زیر آب. آمد گفت آقا صلح و حرف و گفتگو بیخیال، حالا بذارید من براتون این بولتون دیوانه رو بهتون نشون بدم. بولتون دیوانه جان بولتون، این امید سازمان مجاهدینه، یعنی مجاهدین، این جولیانی مافیا، بولتون، ترامپ شیاد، یعنی دیگه از اینا ما بدتر نداریم. حالا اینا شدن امید سازمان مجاهدین. کامرای سه رو براتون روشن کنم. بله این از این، هرچی هم میخوای چک کنی اول میگن دونیت، نه دونیت هم یعنی صدقه بدین، حمایت کنید، هدیه بدین، همیاری کنید. ما هم که هرچی میگیم دونیت هیچی از دوستان خبری نی، همه فقط به به چه چه. آقای سوربی چقدر لهجت خوبه، میگن همه شیرازی ها خوبن، منم میگم نه خیلی شما اشتباه کردید، من استثناء هستم، من بدم. The Bolton administration has already begun. میگه که این بولتون همیشه دلش میخواسته یک کاره ای باشه و حالا میگه بولتون ادمینستریشن، یعنی دم و دستگاه الان مال ترامپ نیست. ببخشید اون وقتا بود میگفت فلانی با چیز قرض کنه بره، این آقای ترامپ حالا مجبور شده قرض کنه از آقای این جان بولتون دیوانه. بعد میگه همین The Heart Right now, National Security Advisor successfully tanked the Iran deal. میگه ماجرای ایران و برجام رو که به اصطلاح غرق کرد and خراب کرد. حالا his next target the North Korea talk. میگه هدف بعدیش که کره شمالی رو به اصطلاح اون قرار صحبتی که بود میبینید که از بین برد. اینم از این ماجرا. و برگردم ببینم براتون چی گذاشته. آها این میگه ببخشید، خیلی ممنون سعید جان، میگه که فکر کنم اون آخوندی که سوار هواپیما شد به مقصد لیبی و پیدا نشد امام موسی صدر بود، مقتدا صدر آخوند شیعه هست. خیلی ممنون. آها بذارید این لیلا خانم فکر کنم یه جایی نوشته بود، من دارم برنامه زنده رو نگاه میکنم، خیلی خوشحالم، ولی چرا شما نمیتونی رو فیسبوک بنویسی؟ اینم از عجایب دنیاست. همین حسن تلویزیون مردم اینه که اولا میگه ما اینجا نه دانشگاه هستیم که بخوایم به کسی درس بدیم، برخلاف اونای دیگه که ادعا کردن تلویزیونشون دانشگاه و اینه، در حقیقت ما همین کار انجام میدیم، میگیم شما این صحبت برو دنبالش تحقیق کن، یعنی وظیفه دانشجو بودن شما خودت انجام میدی، خودت هم به خود دکترا بده هر وقت دوست داشتی. یکی دیگه ما نگفتیم ما بلدیم چجوری انقلاب کنیم، نگفتیم بلدیم چجوری جنبش کنیم، اگه بلد بودیم که همون تو ایران وای میسادیم، 5 سالم وایسادم بعد انقلاب، دیدم آقا نمیشه با اینا زندگی کرد،
دیدم اینا قدرت رو گرفتن دستشون، خیلی هم ماهرن، خیلی هم پدرسوخته هستن، خیلی هم زیرکن، حالا هم از خر مراد پایین نمیان، چون اینا مثل شاه نیستن نخست وزیرش و رئیس ساواک و اینا رو بندازه زندان و خودش در بره با سگش. اینا اگه پاش برسه خودشون هم فدای نظام میکنن که نظام پایدار باشه. و دیدید هر وقت جنگشون شد یکی رسید گفت آقا با جنگ شما نظام داره از بین میره، فوری برگشتن یه شام هم خوردن، دو تا عکس هم انداختن تو روزنامه ها که نه خیر، آقای رفسنجانی با خاتمی مشکلی نداره، رفسنجانی با خامنه‌ای مشکلی نداره، نمیدونم روحانی با اون مشکلی نداره و مسئله حل شد. حالا شما گر تو بهتر میزنی بستان بزن، بفرما. اینم از این. خب ببینیم که میگه که سنگاپور، میگن که این برنامه هم قرار بود دیدار در سنگاپور باشه و ببینم در فیلم پاپیون با جزمی ها، با جزامی ها از سیگار آنها کشید چون جمعی خشک بود جزامی. آها خب چرا فارسی رو شما به انگلیسی می نویسی آقای فرق؟ شما که هم فارسی می نویسی گهگاهی هم انگلیسی، بهتر از من انگلیسی می نویسی که ما هم تمرین کنیم انگلیسیمون خوب بشه. ممنونم. آقای بها اپری هم میگه آن کس که از لبنان سوار هواپیما لیوی شد و گم شد میگویند قذافی اون را سر به نیست کرد. موسا سعد بود از پسر عموهای پدرش. مقتدا سعد پسر مرجع شیعیان محمد باقر صدر است که پدر و مادرش را صدام حسین کشت. همش کشت و کشتار. قذافی میاد فامیل خودشو میکشه، احمق صدام میاد اونا رو میکشه، شاه نابغه دانشمند ما دوستاش و فامیلاش رو میندازه زندان دست آخونده و خودش در میره. عجب این دیکتاتورا، واقعا آدمای چی میگن، اصلا نمیشه بهشون اطمینان کرد. در همان بهبوه رفت ایران و سالها مقیم قم بوده. اختلافاتش با خامنه ای جزئی و در حد تفاوت مرجعیت است که او معتقد به سیستانی است و نه خامنه ای، ولی رادیو اسرائیل سر این اختلاف خیلی تبلیغات میکنه و حتی او را متهم کردن که قاسم سلیمانی را تهدید به قتل کرده که درست نیست. شایع پراکنی های معمول رادیو اسرائیل. ممنونم از شما. و این مرجع تقلید که قرار هر کسی انتخاب کنه، اگه اینجوریه خامنه اینقدر دیکتاتور شده که میخواد فقط خودش باشه، خب بیاد بگه دیگه مرجع تقلید هم مثل رهبر باید یکی باشه و هیچ کس حق نداره دیگری رو انتخاب کنه و اسم خودش رو بنویسه. ولی هنوز طبق گفته شما افراد دیگه ای هم هستن که میتونن مرجع تقلید باشن. خیلی ممنون. خانم فری شوبری اینجاست. روزتون بخیر، خسته نباشید. خانم شوبری، من در برنامه‌های قبلی هم که درباره این بیزینس شما صحبت کردم و گفتم که شما و همسر گلتون واقعا آقای لطفی خیلی آدم شریف و انسان خوبی است، مایل هستین این بیزینس رو واگذار کنید، به دوستان گفتم حالا امیدوارم خانم شوبری لطف کنه یه پیامی چیزی بذاره تا ما بتونیم پخش کنیم که از زبان خودشون بشنوید که این بیزینس چیه، 7 سال اینها. ولی شما خیلی گرفتار بودید و متوجه شدم که یکی از دوستان و فامیل‌ها هم مثل که فوت شده بود. ما به شما تسلیت میگیم، حالا امیدواریم اگر فرصتی پیش بیاد. و اون ماجرا هم شماره 202 و 203 به نظر میرسه که من به جای شماره 202 تصادفا نوشته بودم 203 که اونم تقصیر شماست. اگه ما دوستی نداشتیم که شماره تلفنش 203 باشه، خب من کی مینوشتم 203؟ مینوشتم 202. در هر صورت شماره تلفن ما اینجا الان بهتون نشون میدم، دوستان شما هم یادداشت کنید، 202-695-2573. پس شد 202-695-2573. اینم از این ماجرا. و حالا اگه فرصتی بشه این نگاهی هم میکنیم به جنیز
یا جینیز، ببخشید این جینیه، ما همش مثل جن میگیم همش. بله دوستان عزیز، اگر اتفاقا اون روز برای منوچهر خان گفتم آقا منوچهر، حالا که شما بازنشسته شدی اگه دنبال جابی چیزی میگردی، این به نظر میاد چیز خوبیه برای شما، چون شما هم اهل دوستی با مردم و به اصطلاح صحبت با مردم هستی. اینجا حالا ببینم که بله دوستان نگاه کنید، جینیز هوکار لاونج و بذار من این I'm on air. I will call you after. Okay. Okay. در هر صورت دوستان عزیز، اینجا من سه بار فکر کنم اگه بیشتر نرفته باشم، سه بار رفتم، یکی روزی که افتتاح کردن اینجا، ویدیوش هم موجود هست، بعد یکی دو بار دیگه هم به مناسبت‌های دیگه رفتیم اونجا. و اگر مایل بودید که اطلاعاتی کسب کنید، شماره تلفن، بله امیدوار بودم شماره تلفنشون رو گذاشته باشن، هنوزم نمیبینم، بذارید من اینو خاموش کنم شماره تلفن رو اینجوری بهتون نشون بدم. یک لحظه کامرای سه، بله اینجا فکر کنم شماره تلفن خانم شوبری رو ما اینجوری نوشتیم، حالا ببینم، نه اینم نیست، اجازه بدید این آگهیه خانم شوبری، لطف کنید شماره تلفنی رو که میخواین دوستان باهاتون تماس بگیرن اضافه کنید به این سمت راست اینجا که شماره تلفن و آدرس و اینها هست، اونم باشه. حالا من ببینم شماره تلفن رو، میگم امروز اینجا بارون و طوفان، درخت مرختام شکسته از سنگینی، ولی طوفان به اون صورت طوفان نداشتیم. بله اینجاست، اینو بهتون نشون بدم دوستان، این بیاد اینجا پلیر دو. ما تصمیم گرفتیم پس از 7 سال بیزینس خود را واگذار کنیم، در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. 203-545-3166. بیزینس چیه؟ همین جینیز هوکار لاونج که یه جایی هست. من فکر میکنم اگر کسی بره اونجا زورا نهار به اصطلاح سرویس بذاره، فکر کنم اصلا سرویس زور از شبم بهتر باشه، چون من جایی رو که من دیدم و اون ترافیکی که میاد و میره و مردم و اینها، حیفه که این بیزینس فقط عصرها باز باشه. و دوستان اگر کسی وارد هست تو کار رستوران، دوست داره با مردم باشه و اینها، این به نظر من بیزینس خوبی هست. و اما بریم دنباله نوشته ها، یه بار دیگه شماره تلفن رو بهتون نشون میدم، 203-545-3166 یا 203-545-3166. انگلیسیش هم میشه 203-545-3166. این هم از خانم فری شوبری. و ببینیم که اوضاع و احوال دنیا به چه صورت است. دوستان ترامپ 500 میلیون دلار این شرکت چینیز مخابرات ZTE چیه که گفتن هم اطلاعات آمریکایی‌ها رو می‌دوزه، هم با ایران همکاری کرده، هم با نورد کوریا همکاری کرده، این دوستانی که دلشون خوشه که ترامپ میره آخونده‌ها رو میندازه، یا رضا پهلوی میره یا رجبی میره، به دقت گوش کنید، 500 میلیون دلار الان اون شرکت پول داد. ترامپ هم به یک کلمه گفت ما باید کمک کنیم، این کارگرای چینی بیکار شدن. ای داد بیداد، ای شالاتان، ای دروغگو، مگه تو نگفتی من نگرانیم اول کارگرای آمریکا، حالا نگرانیت شده چین، نگرانیت شد عربستان سعودی، نگرانیت شد قطر که بری بگی اینا تروریستن، این بدبختای عرب عقب افتاده هم از ترسشون به تو پول بدن،
بیان این ساختمون با ضرر رو بخرن از یا سرمایه گذاری کنن که این داماد تو از این ماجرا و از این هچل بیرون بیاد. و بازم من تعجب میکنم که هنوز عده‌ای دنبال این آقای ترامپ هستن. خب اب نداره، حالا 25 هم بیان آقای حمزه‌پور، آقای حخا هم حتما از اروپا میاد، ببینیم چی میشه. ما که این همه سال صبر کردیم، 40 سال، 7 روز دیگه هم صبر میکنیم ببینیم اونایی که پاسپورتاشون رو کپی گرفتن فرستادن برای حمزه‌پور. یعنی دیگه کمال نادانی که یه نفر به این امید که یکی براش ویزا میگیره پاسپورتشو کپیشو بفرسه و یه نفر تو آمریکا برای اون ویزا بگیره. دوستانی که تو آمریکا هستن هستید، شما پیام بذارید اصلا کجای دنیا میشه همچین کاری انجام بده. حتی اگر رئیس جمهور آمریکا باشه یه نفر فوتوکپی پاسپورتشو بفرسه، شما از اینجا براش ویزا بفرسید. بله آقای فخرآور باشی، روی زانوی ریچارد پر نشسته باشی، شب تو اتاق با ریچارد پر تو دبی تنها باشی، بعد از اینم که یه مدت زندان بودی، معلوم شما رو یه شبه میارن آمریکا. ولی شما که آقای فخرآور نیستی، شما که چشات این رنگی نیست، شما که بدنت اونجوری نیست. غیبت کردیم، به سرفه افتادیم. خب قطره آب نوشیدیم و باز براتون این نوشته ها رو که گذاشتم بخونم و بلکه اینا کم بشه. بولتون رو نشون دادیم، بریم سراغ فولدر تودی. بله، کاریکاتور دانمارکی: پس از فتوای آمریکا در شورای امنیت، روزنامه دانمارکی این کاریکاتور را منتشر کرده. من نمیدونم این فتوای آمریکا در شورای امنیت، اصلا متوجه نمیشم، بر عربی و حق بودن فلسطینی ها تاکید میکنند. سفارت اسرائیل اعتراض کرد اما کاریکاتور منتشر شد. کاریکاتور اینه دوستان، بذارید من بهتون نشون بدم، چون این دوستونم از خلیج فارس اینا رو لطف میکنه میفرسه. خب به عربی نوشته شده، ولی ماجرا اینه که حالا من نمیدونم این یه پیرمرد فلسطینی هست. اجازه بدید 4 به 3. یه پیرمرد فلسطینی داره با این دمپایی ها هست، کفشای عربی میزنه، یعنی ترامپ رو خوابونده رو زانوش. ما صحبت از امیر عباس فخرآور روی زانوی روی زانوی ریچارد پر کردیم، حالا آقای ترامپ روی زانوی این فلسطینی که احتمالا مرده، مردم از این چیزا میندازن سرشون. نوشته جروسالم is the capital of Palestine، میگه اورشلیم پایتخت فلسطینه و داره این رو تنبیه میکنه. و میدونید که دانمارک این کاریکاتورایی که میکشه، حتی بعض وقتا اگر باعث کشته شدن یک کسی بشه و اینها، میگه ما حاضر نیستیم که به اصطلاح آزادی رو از روزنامه نگار و از کاریکاتوریست و اینها بگیریم و این کاریکاتور رو کشیده. ولی این نوشته رو من نمیفهمم، اینجوری نوشتید: پس از فیتوی آمریکا در شورای امنیت، اصلا کاری به شورای امنیت نداشت این ماجرای رفتن به اورشلیم، 20 و چند سال، یعنی از 96 تا حالا 4 سال، 18 سال، 22 سال، 23 سال پیش این صحبت شده، این به تصویب رسیده، ولی گفتن میذاریم به اختیار رئیس جمهور. و تا امروز رئیس جمهوری به نادانی ترامپ نداشتیم. این فکر میکنه که این خیلی قدرت داره، این کارا را انجام میده، نمیدونه که شعور نداره. گفتم سالها پیش پسر عمه من از یه جایی میپرید پایین،
همه گفتن آقا این چقدر جیگر داره. گفتم والا فکر نمی کنم موضوع جیگر باشه، موضوع مغزه. نداشتن مغز بعضی وقتا اشتباهاً داشتن جیگر و جرأت و دل و اینها تلقی میشه. در هر صورت ترامپ دستش به خون مردم آغشته است. آلوده نباید بگیم، چون خون اونها که آلوده نباشه که نبوده که دست این به خون اونها آلوده بشه. دست این به خون مردم بیگناه آغشته است. نمایش کشتار فلسطینی ها میگن که نمیدانم کجا این صحنه بسیار جالب و مؤثر را اجرا کردند. اجازه بدید من این صحنه جالب و مؤثر رو ببینم به شما نشون بدم، خود من هنوز ندیدم. اینم باز یکی دیگه از مشخصات تلویزیون مردم هست که ما سعی میکنیم چیزا رو با شما ببینیم، سعی میکنیم صحبت ها رو با شما بشنویم، نوشته ها رو با شما بخونیم، ببینیم این چیه. با امید روزی که دوربیناتون و تلفناتون رو 90 درجه بچرخونید. اون کسی که این فیلم رو گرفته متوجه نیست که اگه اینو افقی گرفته بود خود به خود 3 برابر ما میدیدیم. بفرم انقدر حالا دوربین تکون میده که ما یا سردرد بگیریم یا حال اون بد بشه. خب اینا هی دارن میفتن، یعنی تیراندازی میشه بهشون. اینا اعتصاب و تظاهرات آرام، ولی از اون ور میبینیم که یکی یکی دارن میفتن. خب این یکی یکی میفتن، یکی به اینا بگه. بله آقای موصلی میگه آقای صلح خبر دارید نفرین رضا شاه جاده حراز را خراب کرد، کوه ها ریزش کرد. این بابا جاده حراز و چالوس اینا که هر وقت میرفتن با دعا میرفتن با صلوات برمیگشتن. خب بسیار جالب، چیز جدیدی نیست. همین الان که نگاه میکنم یه روباه تو حیات ما داره برای خودش قدم میزنه. مورگیج ما میدیم، ایشون از این ور به اون ور میاد میره. خیلی ممنونم خانم دکتر بهیه جیلانی، هم قبلا نوشته بودن که بله صدا عالی است. آقای موثقی هم نوشته بودن ولی فرسام ریزه من اینا رو نمیدیدم. بله میگن که پدرمون در میاد برای دیدن برنامه شما با 20 تا فیلتر شکن که همش از کار میفته و یا قتل و وصل میشه، قتل و وصل میشه با دشواری. خب ما اون وقتا برنامه ها رو به صورت آدیو هم برای دوستان میفرستادیم، ولی دیدیم دیگه خب همه چی رو ما آماده کنیم و بفرستیم که نمیشه. از طرفی گفتیم که بذار دوستانم اگر میبینن مثلا اینجوری نمیتونن بعدن روی یوتیوب ببینن و الی آخر. میگه که آقای اکبری اینو میگه، بولتون رسما اعلام کرد که من فقط به خاطر پول برای مجاهدین سخنرانی میکردم و مجاهدین جایی در ایران ندارن، یعنی پایگاه مردمی ندارن. اینو بفرست برای آقای گلن ترشیزی که اینا ببینن چه روزگاریست. بله فرخ هم میگه دنیای غریبی است نازنین. بله اینو فکر کنم احمد شاملو گفت، روزگار غریبی است نازنین. خانم شوبری هم شماره تلفن اینجا نوشتن، اینجا خوبه ولی اون عکسایی که من فرستادم اونا رو شما و همسرتون فقط میتونید روی وبسایت، فقط روی فیسبوک خودتون بذارید. یکی از اونا رو هر روز بذارید یا به انگلیسی حتی بنویسید بذارید. اینم از این ویتو، نمیدونم راجع به چی ویتو میگی. خب دوستان خوشحالم که آقای عبداللهی هم اینجاست. نمیدونم آقای عبداللهی شنیدی راجع به برنامه زنده صحبت کردم یا نه. حیفه اون برنامه بسیار زیبایی که شما با اون زحمت همسرتون با اون همکار آلمانی تهیه میکرد یه دفعه کوالیتیش بیاد با تیشرت، بعد هی دوربین تو اینجوری کج موج کنی، یعنی شما کوالیتی به قول یکی از دوستان میگه کوالیته، کیفیت برنامه خودت پایین اومد. حالا اگر دوست داری برنامه زنده باشه خب اون حرفی جداست، ولی اگه برنامه زنده هستم باز وسایلتو آماده کن و شما کننده این کار هستی، هم بلدی هم ازت میاد هم به اصطلاح خوش تیپ هستی. ماشاءالله الله اکبر،
اول همش به خاطر اینه که شیرازی هستی ها. خب بریم ببینیم که دیگه چه خبره. یه سری عکسای خوب باید براتون پیدا کنم، به جای این قیافه عبوس ما شما اونو ببینید، ببرمتون ایران. این عکسا رو من چند ساله که میذارم اینجا و نشون میدم. آه یه دوستی برای من این عکس فرستاد، گاه سوربی تو رو خدا اینو برای مردم نشون بده، گور پدر قاجار. ولی بابا جون ما قبل از رضا خانم مدرسه داشتیم، دانشگاه داشتیم، تو رو خدا اینقدر دروغ نگید، اینقدر دروغ گفتید به کجا رسیدید؟ میگه معلمین و محصلین مدرسه دارالفنون، دارالفنون نام مدرسه است که به ابتکار امیر کبیر در زمان ناصرالدین شاه برای آموزش علوم و علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد. خب طبق معمول این عکس هم گذاشتن پشت سرشون. تعجب میکنم عکس رو چرا پشت سر دانش آموزان گذاشتن؟ معمولا زمان ما عکس شاه بالای تخته بود، تخته سیاه که بعد شد سبز. دوستان برید ماجرای دانشگاه جندی شاپور یا مدرسه جندی شاپور تاریخش رو بخونید. اینم این عکس بود که اینجا هست، دارالفنون در زمان قاجار. حالا اگه قاجار بد بوده اون به خودشون مربوطه و به تاریخ، ولی این کارا رو هم انجام دادن. و اما اجازه بدین من اینو پاک کنم ببینم که بله دوتای دیگرم پاک کنم. یه مسیج اینجاست ببینم این مال کیه. گلون با درود فراوان فیروزی. به به آقای فیروزی، چشم، به شما زنگ میزنم. دوستان عزیز آقای حسن فیروزی که ایشون بهایی هستن و داستان زندگیشون رو وقتی من شنیدم باور کنید نمیخوام بگم چند روز گریه میکردم، ولی دو سه روز تو فکر بودم و همون موقع هم عشق من در اومده بود که چرا یه نفر دینش رو که تغییر میده اینجوری زندگیش به اصطلاح زندگی خانوادهش و اینها عوض بشه. چشم، من پیام شما رو گرفتم آقای حسن فیروزی و با شما تماس میگیرم. خیلی ممنون. حالا من دنبال چی میگشتم؟ دنبال این تصویرهای زیبای ایران که به شما نشون بدم. ایران ویدیو لوپ، بله اینو میاریم میذاریم جای تماس تلفنی یا جای این آقا، صداشم میبندیم اینم لوپ کنه. بله بفرمایید. اینم پلیر 5. فعلا بریم یک کمی تصویرهای ایران ببینیم تا ببینیم چه خواهد شد. پلی. اوکی. خب ببینیم که چند تا دیگه براتون میتونیم بخونیم و امروز جمعه است، شما رو بذاریم بری زود سر کار پول در بیاری. بله، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. میگن که مهاتیر محمد دوباره نخست وزیر مالزی شد در اولین اقدام. آره این اون روز خوندم، در اولین اقدام دستور داد پلیس به منزل نخست وزیر قبلی حمله و خانهش را جستجو. این بخشی از ثروت نقدی ایشان است. اکنون برای به دست آوردن پول در بانک‌های خارجی و بازگشتش به مالزی نخست وزیر پیشین را زیر فشار بازداشت قرار داده. بعد این گوینده عقل بشر تعجب میکنه چرا همه دنبال مقام و بازگشت به ایران و آزاد کردن ایران هستند. ببینید که خدایا این شرکت اپل و تلفن‌های دیگه یک کسی بهشون بگه یه سیستمی بذارین که کسی اگه دوربین شما رو عمودی نگه داشت فیلم نگیره. بله از این ماجرای پولا و تو دیوار پول بودن و تو خونه ها پول بودن و مال صدام هم دیدیم، مال قذافی هم دیدیم و اینا چقدر احمقن که اینا رو نگه میدارن وقتی هم میدونن که بدون هیچ چیزی از این دنیا میرن یا در به در میشن، هیچ کشوری قبولشون نمیکنه. بله این هم اکسای پولای مال مالزی. حالا این مالزی همون جایی نبود که خیلی هم قانون سفت و سختی داره
و یه چند تا ایرانی هم یا اون تایلند ایرانی هم قرار بود اعدام بشن. بیچاره ها گریه و زاری میکردن که ما گول خوردیم، ما به خاطر بلیت مجانی آمدین بهمون گفتن ما بهتون بلیت مجانی میدیم، یک کیف برای ما ببرین. و این کیف رو که آوردیم حالا فهمیدیم که توش مواد مخدر بوده. اونجا فکر کنم همین مالزی بود، قانونش اینه که اینا رو به اصطلاح اعدام میکنن، حوصله وقت تلف کردن و اینها ندارن. خب اینم از این، ممنون از دوستمون. که یه سوالی هم من از این دوستم دارم، شما در روز واقعا چند ساعت با تلفنتون این ویدیوها و خبرها و اینها رو نگاه میکنین؟ میدونم که خب احتمالاً بازنشسته هستین، ولی واقعا حوصله هم میخواد. این ماجرای خم شدن اوباما جلوی امپراتور هیراهیتو در سال 2016 و خم شدن همون امپراتور در سال 1969، این رو من اون روز نشون دادم و میگم به این دوستمون من نفهمیدم خب منظورتون چیه. خب بفرما، این جلوی شاه خم شد، این هنوز هستش یا خانوادهش هست؟ شاه از دنیا رفت، اوباما جلو اون خم شد، ولی این خم شدن نیه، این ادای احترام. حتی مصدق یه عکسی داره که جلو شاه اینجوری به اصطلاح دولا شده و اونایی که شاه اللهی هستن که معمولا بی سواد هستن میگن نگاه کن مصدق هم جلو این دولا شد. یکیشون نمیگه اگه شاه معرفت داشت، شعور داشت، میفهمید که این پیرمرد نباید جلوی این دولا بشه، یا میگم آقا این دولا شدن تعظیم کردن و اصلا از سیستم ایران از سلام علیک و ادای احترام بیرون ببرین. دوستان عزیز، من بارها گفتم یه بار دیگه هم بهتون میگم، اگه خواستید ماشینی بخرید، ماشینی بفروشید، معاوضه کنید، این دوست ما آقای بیژن جعفری و همکارانشون در والنتاینز موتور اینک با شما به اصطلاح میتونن مشورت کنن و در خدمت شما هستن. شماره تلفنشون هست 301 735 75 53، و این هم بدون صدا اگه پخش کنیم بله یه چرخی میزنه این ماشینو. این ویدیو رو یکی از دوستان ایرانی اگه اشتباه نکنم آقای سیامک درست کرده و به آقا ویژن گفتم خب یه ویدیوی دیگه درست کن بفرست بیاد که موزیکی روش باشه که موزیکه کپی رایت نداشته باشه. شما میتونید یک موسیقی و موزیکایی رو پیدا کنید که کپی رایت نداشته باشه. اینم از این. بله میگن همین پولای اینجوری رو، پولای مریم رو هم دیدیم. البته آقا فرهاد حالا یا شیطنت کرده یا واقعا دیده، میگه ما مال مریم رو هم دیدیم. امیدوارم که زیارتتون قبول باشه. بله اون که رجبی بود مالی نداشت و سر به نیست شد، حالا ببینیم بلکه مال مریم این ورانور کمکش کنه. خب گوگل وایس صدای آقای منوچهر رو شنیدیم و همونجوری که گفتم من این پیام رو برای آقای انصاری هم میفرستم، ولی قبلا هم همین صحبت شد و قبلا هم همین ماجرا جواب رو آقای انصاری داد، گفت که بهتره ایشون سوالاشو برای شما یا من بفرسته، من سوالا رو جواب میدم، شما بفرست، اگه ایشون جواب نداد بعد بیا تو برنامه من بگو دیدی دروغگو هست. این از این. آمریکا وتو کرد. چی رو آمریکا وتو کرد؟ آقا فرخ تو رو خدا اینقدر اذیت نکن با ما، گاهی وقتی به شیرازی ها پیله میکنی. کاکو جون سلام، تحقیق موشکافانه آقای آریان پور در مورد نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل که در وبلاگ خود گذاشتن را تبریک عرض میکنم. خواهش دارم دوستان شما این مقاله ها را بخوانند و مانند بعضی از دوستان که برای یک خبر کوتاه در مورد سن گزارشگر تلویزیون مرتکب سه اشتباه میگردن دقت بیشتری نمایند. با امید روزهای بهتر، پتیک. خب اولا خیلی ممنون که پتیک اینو گفتی، من یادم بیفته بیاد آقای منوچه گفته آقای سوربی شما سن آقای مهری رو با سن آقای افشار در ایران اشتباه کردی. دوست عزیز من اشتباه نکردم،
دوستانی که این خبرها رو، اولا من سن آقای مرغی رو اصلا نگفتم، گفتم خب ایشون خیلی با سابقه بود، کارش رو بلد بود و به نظرم میاد که تو دوره شاه هم مشکل داشت چون چپی بود و اینها. بماند، ما سنی از آقای مهری نگفت. درباره آقای افشار که دیدم اینا با سوز و گداز اینجوری یقه پاره میکنن، اون خانمه 2 ساعت رفته آرایشگاه، مژه‌هاشو چسبونده، ابروهاشو خط کشیده، ماتیک و سرخاب و اینها کرده، بعد میام بگی من نمیدونم چی بگم، چه جوری باور کنم. خانم مرگ رو باور کن. من گفتم که آقا این نوشتن گفتن توی برنامهش گفته بود 1313 دنیا اومده و 1313 تا 97 میشه 84 سال. بعد معلوم شد نه بابا، این 1300 و... البته ایشون 1360 62 سه رفته تو دار دست تلویزیون این چیز به اصطلاح بگید آخوندا. شما اون قسمت رو کاش نظر میدادی. آقا منوچه، به نظر شما کسی که تو دار و دست نمیدونم دست پاچه اینا بوده چند سال آدم خوب بوده؟ اصلا آدم خوب میتونه با اینا کار کنه؟ اون قسمت رو میگفتی خیلی بهتر بود. اینم از این ماجرا. خیلی خوشحالم که آقای زرابی هم با ما هستن. همان فتوا که خواندی وتو بود. آخه وتوی چی عزیز دلم؟ چه چیزی رو وتو کرده آمریکا جدیدن توی یونایتد نیشن؟ ببینم که بله، لیلا خانم اینجا برای من نوشته I'm listening to you now. Thank for broad explanation about ایرج مصداقی and فخرآور LOL. من قبلنم راجع به ایرج مصداقی، اولا ایرج مصداقی مثل سگ از من میترسه، چون میدونه اگر بیاد اینجا من مثل بیبهانی معتاد نمیذارم میکروفون دستش هرچی میخواد برم، حالا من تو توالت دوا بکشم یا برم اونجا، چون این نصف بیشتر معتادا یوبسن، 3 ساعت عمرشون رو در شبان روز در خلا به سر میبرن. یقش رو میگیرم میگم آخه آقا تو که اون تو اقرار میکنی که نفهم بودی؟ اگه نفهم بودی چه اتفاقی افتاده که الان فکر میکنی بفهم شدی؟ اینو برای من توضیح بده. و تو چه مسئولیتی، چه کسی بهت داده؟ تو هم مثل شاه خواب نما شدی؟ ماموریتی برای وطنم فکر میکنی خدا به تو گفته تو بیای ما رو نجات بدی؟ احمق، تو خودت نمیتونی خودت نجات بدی، برو دنبال کار زندگی. این از این. فخرآورم که داستانش دیگه اون رسوای همه عالم شده، اون رو شما اصلا اسمش نیاری بهتره. دستان ممنونم، خوشحالم که بیننده برنامه ما هستی و اگه گاهی وقتی هم من یه چیزی میگم شما که منو میشناسی، من هرچی تو دلمه تو مغزمه رو زبونم هم هست. شما از اون بترس که سر به تو داره، از این سربی که های و هوی داره نترس. بله، میگه که آقای چمنارا نوشته، نمیدونم جوابی کیه برای چی، نوشته که خطر جای دیگری است که اپوزیسیون این بار مثل کبک سرش را توی قانون اساسی مشروطه فرو برده و تغییرات و جنجال های هفته اخیر به هیجانش آورده. این اپوزیسیون در خارج توی باغ نیست، به هر حال جمع کوچک ایرانیان آمریکایی ما از این به بعد سعی میکنیم با سناتورهای خودمان هدف و مقصودمان را مطرح کنیم. این 5 دقیقه ویدیو عبارت است که از آنچه که در 20 سال گذشته گفتم. اگر هم بیشتر از 5 دقیقه وقت داشتید گفتگوهای مرا در هفته قبل بخوانید و بشنوید. روز شنبه در پالتاک حزب پانیرانیست از من دعوت شده بود که درباره بحران بعد از برجام نافرجام صحبت کنم. ساعتی بعد در رادیو صحبت کردم همیشه گفتگوی خودم را. آقا من که آقای چمنارا چیزی نگفتم، گفتم شما میگین این انجمن انستیتوی ایرانی آمریکایی اینا چند نفری؟ که بعد فهمیدم ای بابا این همونه که آقای بابک هم آمده بود اینجا، بابک هروی و بعد اون سناتوره یا
این سناتور و نماینده مجلس ما قاطی میکنیم. اون آقای میهن آمد و بعدم گندش بالا اومد، تازه خود و چیزم نیومده بود، یه زنی رو فرستاد و گفت برو ببین این مشنگا چی میگن، من بنویس بیا به من بندست دست اونجا تظاهر کن مینویسی بعدم بندست که آشغال. آقا دیگه خود این کندی، خود این جان بولتون، خود این نوت گینگریچ، اون یکی جولیانی، اینا همشون گفتن که برای پول اینا هر کاری میکنن. سازمان مجاهدین بگه میرن برای اون صحبت میکنن. خود همینا مسئول بودن موقعی که سازمان مجاهدین رو گذاشتن توی لیست تروریست، ولی سازمان مجاهدین هم افتاده رو درجه حماقت وقتی دیگه یک مصداقیه. ببینید این مصداقی یکی از اونایی بوده که اونجا مثلا مینشستن با هم صحبت میکردن و فلان و اینها، بعد کسیه که نمیدونم سه بار دو بار یه بار چقدر از زندان جون سالم به در برده، از این ور میگن زندانهای ایران چنین مخوف و چنین فلانه، بعد میبینیم چپ و راست هر کیو میبینیم میگه آقا من از زندان فرار کردم. عجب زندانیه. آقای باطبی هم از زندان اومده بود بیرون، آقای حسیبی از من خواست سال 2003 باهاش تماس گرفتم با یه تلفنی، بعد گفتم اینجوری، گفت من اومدم دندونامو درست کنم و حالا ببین آقا دانشجوه رفته زندان، از زندان مرخصی بهش دادن دندوناشو درست کنه و امتحان دانشگاه بده، گفت حالا اگه مصاحبه کنم اون وقت دانشگاه میرم دانشگاه امتحان میدم بعد میرم زندان بعدن میام باهاتون مصاحبه میکنم، که اونم سوار الاغ کردن. اون باطبی هم فیلمی که روی الاغ گرفته خیلی جالبه، موقعی که من و شما توی واشنگتن یه دوربین که میخوایم با بریم کرایه کنیم نداریم، این آقا دوربین دستش بوده روی الاغ ویدیو گرفته برای من و شما، بعد نواری که با مأمور اطلاعاتی ایران صحبت کرده، اینا شنیدنیه و ما خانم لیلا خانم عزیز اینجا با اینا هستیم، اینجا با اینا هستیم. اون صحتی، اون یکی دیگه، اون یکی دیگه، اینا یه مشتی جوونی اومدن اینجا، یکیش که گفت این خانمه میخواسته به پر روش، یکیش میگفت نمیدونم اینجوریه، یکی دیگهش مثل برادر همین فخرآور گفت آقا اصلا اینا همه دروغ، برگشت رفت ایران. اینا یه سری اینجوری هست. اینقدر شما دور هستید، چون دور هستید این آواز دهل شنیدن از دور خوش است. آقای چمنارا یه روز بیا تا ما این صندلی دا شما رو بشونیم و ازتون سوال و جواب ما سوال کنیم شما جواب بدید. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. عجله مندی خوب نیست. بله میگه اگر شما مقابل، اگر شما مثال امیرکبیر را تا خوندو، اون داستانی بود که گفتن سفیر انگلستان آمده گفته ما به هر کی میخواستیم پول بدیم همه گرفتن، فقط امیرکبیر نگرفت، بعد به همین خاطر ترتیبی دادیم که بکشنش اینا، که من گفتم آخه بابا درسته حالا بعد از چند سال پرونده های محرمانه آزاد میشه، ولی دیگه اینجوری هم نیست که انگلستان بیاد به این عیانی بگه که ما اقرار کنه که ما امیرکبیر رو کشتیم. امیرکبیر ماجرای حسادت خود ایرانی ها به همدیگه بود، ماجرای دخالت خواهر شاه، نه این خواهر این شاه، ماشاءالله ما همه شاه ها خواهرهاشون الان نسبت خواهرهاشون دخالت میکردن، مثل خواهر اون شاه قاجار دخالت داشته و بعدی از این مزخرفات. در اصل آقا تو مملکت عقب افتاده ایران اگه خوب باشی پدرتو در میارن میکشنت، اگه بدم باشی که میخوری و میبری تا نفر بعدی بیاد سرمنیست کنه. بله اینجا میگه که بله تا آخر خونده بودی در میافتی، من آن را ننوشتم. خب اب نداره، من به هر کی که نوشته گفتم، پرسیدم گفتم آقا شما اینو نوشتی؟ اگه شما نوشتی از شما بعیده، پس نشون میده من شما رو خوب میشناسم، امکان نداره شما یه همچین مزخرفی بنویسی، این یه کردیت برای شما، یک کردیت هم برای من برای شناخت شما. اوکی. حالا شما میگید که مغزم برای شنیدن و چشمم برای دیدن همه چیز باز است، سانسور ندارم. آفرین، منم سعی میکنم اینجوری باشم. ببین گربه پایش را درست جای دستش میگذارد، قبل از دیدن همه فیلم همم نکن یا حمله نکن که من گریم چون من گربه هم چون در صحرا را میره. خب ببینیم این گربه و
باز کنیم ببینیم چیه ماجرای گربه پاشو میذاره اینجا. شما میدونید که وقتی هم برف میاد اینایی که راه میرن تو برف پاشونو به اصطلاح جای پای همدیگه میذارن، هم کفشاشون خیس نشه هم انرژی کمتر مصرف کنن. حالا این ماجرای گربه رو نمیدونم چرا پاشو میذاره جای پاش، لابد میخواد گرم نشه یا اون شنا فرو رفته باشه دیگه. ولی دقت کنید دوستان این گربه توی صحرا چگونه را میره. بله پاش درست قرار میگیره جایی که دستش بوده، دستش قرار میخواه. جالبه یه جای پای دیگه هم هست. خب اینم از این. البته من ربطش رو به اون نفهمیدم، اون ماجرای امیر کبیر، من گفتم این یه چیز مزخرفیه، حداقل اگه ما نمی‌نویسیم پخش نکنیم. این رو هم که خوندم براتون که گورباچوف در سخنرانی پیرامون جنگ سرد در قرن 21 در دانشگاه کلمبیا آف آمریکا، نه اینو نخوندم، یه چیز دیگه خوندم، مال نشست کمونیستا بود که اون خروشچف بود نه گورباچوف. بله اینو این دوست بهاییمون فرستاده، نوشته که گورباچوف در سخنرانی پیرامون جنگ سرد در الان یه کتابم نوشتن جنگ سرد صلح گرم، و یک کسی مال مجلس آمریکا نوشته خیلی قشنگ پریروز صحبت میکرد، میگه که گفته بزرگترین حمایت ایران از دولت اسرائیل در زمان پرزیدنت احمدی نژاد صورت گرفت. بله ما هم گفتیم اینجا، ما گفتیم این احمدی نژاد نعمتی بود که خدا داد به اسرائیل که با حماقتش بگه ما میخوایم اینو از نقشه برداریم، اسرائیل هم با آمریکا بگه ببین ما چه خطر بزرگی داریم، شما به ما پول بده. خب اینم از این. دوستمون امانزاده هم میگه سلام خسته نباشید. خیلی ممنون، خسته نیستم، ولی این بارون و اینها یه دو جا مجبور شدم برم بیرون، بعد هوا گرمه، با تیشرت هستی میری بیرون خیس میشی، بعد میای تو ماشین کولر روشن میکنی سرد میشه بدنت میبنده. دیدید این فوتبالیستا کشتیگیرا ورزشکارا با وجودی که انقدر گرمشونه وقتی میان فوری نمیشینن جلو کولر، اتفاقا یه لباس گرم میپوشن که این گرما تو بدنش بمونه و نچاد. این نچاد یعنی نچا، چاییدن یعنی سرد شدن دیگه. نه حالا چرا چای با این فرق میکنه؟ نه چایی، من نمیدونم، والله شیرازی هستیم اینجوری یاد گرفتیم دیگه، حالا شما برو یاد بگیر. جنگ سرد جنگی زرگری بین دو نیروی به ظاهر دشمن برای حفظ و گسترش منافع طرفین. به خاطر دارم در اوج جنگ سرد پیوند من و ریگان به قوی ترین شکل ممکن بود، هر دو اقداماتی را انجام می‌دادیم تا بتوانیم موقعیت خود را در کشورهای دارای منافع گسترش بدهیم، در این حال به دنبال برتری نسبت به هم در جهان هم بودیم. اینو دوستان گورباچوف میگه که دیوار برلین و اینها رو ریخ پایین و این آلمان غربی و شرقی و اینها یکی شدن دیگه، کمونیست هم ضعیف شد رفت به طرف سرمایه‌داری، نتیجهش امروز اینه که ما اتحاد جماهیر شوروی نداریم و روسیه رو داریم. حالا این آقای پوتین میخواد روسیه رو برگردونه به اتحاد جماهیر شوروی. همین پریروزای پل 12 کیلومتری رو اگه اشتباه نکنم افتتاح کرد و حتما حتما پتیک برامون در این مورد میفرسه. ممنون و متشکر. هرگاه سیاست ها میگه امروز کشور ایران کشوری است که تنور جنگ سرد را گرم نگه داشته است. هرگاه سیاست های آمریکا اقتضا می کند که فروش اسلحه گسترش یابد، ایران اقدامات ایزایی را شروع می کند. این ایزا یعنی آزار و اذیت، یا ایزن یعنی همون
نمیدونم ایزایی نوشتید شما، هرگاه جهان علیه اسرائیل موضع میگیرد ایران اقدامی ضد صهیونیست انجام میدهد و کشورهای جهان در دفاع از اسرائیل متحد میشوند. بزرگترین حمایت ایران از دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت گرفت. احمدی نژاد با رد موضوع هولوکاست و توهین به تاریخ شکل گیری اسرائیل باعث شد دو ابرقدرت اروپا که خود باعث مهاجرت اسرائیلی ها به فلسطین شده بودند در اقدامی مشترک از اسرائیل حمایت کنند، به گونه ای که طی 3 سال دولت وقت اسرائیل علاوه بر دریافت کمک های مالی میلیاردی بتواند به راحتی شهرک های خود را توسعه دهد و با حربه مظلوم نمایی توانست کمک های نظامی گستردهی از انگلیس، فرانسه و آمریکا دریافت نماید و حتی از کشور عربی اردن یک کمک 2 میلیارد دلاری بلاعوض دریافت نماید. به گونه ای که نتانیاهو در مجلس اسرائیل گفت هیچ کس به اندازه احمدی نژاد به تثبیت اسرائیل در منطقه کمک نکرد. از طرف ایران با تجهیز حزب الله و انجام جنگ 13 روزه با اسرائیل خود را به عنوان تهدید جدی خاورمیانه معرفی کرد و باعث شد کشورهای عربی که به دنبال آرامش و امنیت در منطقه میگشتند ایران را طرد کنند و جبهه مشترک علیه اقدامات ایران تشکیل دهد. در واقع ایده ناتوی عربی صرفا در جهت مقابله کشورهای عربی علیه ایران تشکیل شد. در این بین تجهیزات این ناتوی عربی را چه کسی باید تأمین میکرد؟ حالا این ناتو وقتی شما میگی هر اسمی رو نمیتونید شما عوض کنید دوست عزیز. ناتو این خلاصه از اسم این چند تا کشوری که با هم یه سازمان بزرگی رو تشکیل دادن. وقتی میگید ناتوی عربی باید یه چیز دیگه براش پیدا کنید. صرفا در جهت مقابله کشورهای عربی علیه ایران. در این بین تجهیزات این ناتوی عربی را چه کسی باید تأمین میکرد؟ پاسخ بسیار روشن است: آمریکا. بسیار واضح است که رهبر ایران دست نشانده جمهوری خواهان آمریکاست. خدا پدرتو بیامرزه. اینو به طرفداران ترامپ، به حمزه پور احمق، به حقای احمق، به دیگران که میگن ما میخوایم بریم تظاهرات بگیم آقای ترامپ پس چرا نمیزنی؟ هوا داره گرم میشه ها، بزن دیگه. بسیار واضح است که رهبر ایران دست نشانده جمهوری خواهان آمریکاست، چرا که تمام اقدامات 30 سال اخیر صرفاً در راستای منافع نظامی آمریکاست. حتی در جایی که به ظاهر ایران منفعتی به دست آورده، آن منفعت در راستای اهداف جمهوری خواهان آمریکا بوده است. در واقع شکلگیری ایران جدید بعد از خروج شاه از ایران در جهت کنترل اقدامات تروریستی منطقه بود، اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقش ایران به دشمن زرگری آمریکا تغییر کرد. دوستان دقت کنید، نقش ایران به دشمن زرگری آمریکا تغییر کرد. ایران از زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در جهت تأمین منافع جمهوری خواهان آمریکا قدم برداشت، هرچند به ظاهر دنبال شعارهای انقلابی خود بود، اما در عمل دقیقا همان کاری را انجام میداد که جمهوری خواهان دیکته میکردن. آفرین. ریگان جمهوری خواه به آخوندا گفت گروگانهای آمریکایی را آزاد نکنید. باورتون میشه این ریگانی که حضرت پیغمبر این آمریکاییاست، آمریکایی احمقی که میگن ما ترامپ رو دوست داریم چون ترامپ هم مثل ریگانه، بیشعورا. ریگان با آخوندا بود، این ترامپ با آخونداست. کی میخوان یاد بگیرید؟ این همه بار اینا تکرار میکنن شما یاد نمیگیری. آفرین به این مقاله‌ای که نوشتی و برای من فرستادی، دست درد نکنه. کاری را که انجام میدهد ایران، جمهوری خواهان دیکته میکنند.
ایران با طولانی کردن گروگانگیری راه را برای تخریب حزب دموکرات برداشت و ریگان با شعار آزادی گروگانگیری و تنبیه ایران بر سر کار آمد. یعنی بدبخت کارتر که اون هواپیما رو فرستاد روسیه زد توی کبیر توس بود، کجا بود؟ تبس. اون از بین رفت، نتونست سری دوم انتخاب بشه. ریگانی که با آخوندها همکاری کرده بود، اسلحه میداد زمان جنگ، بنده تو بندر عباس میدیدم، ایشون انتخاب شد. ولی ریگان، آخ ما یکی دیگه میخواییم مثل ریگان که بیاد دوباره نفت رو به این قیمت ارزون بخره. نفت تو آمریکا از آب ارزون تره. شما برو 7-11 یک گالون آب وردار ببین چنه، و بنزین از اون ارزون تره. الان میگی آقا نه بنزین 4 دلاره، بلد نیستی. چرا بنزین سر پمپ بنزین به شما نمیگن تکسش چقدره؟ مگه ما هر چی میخریم مالیاتشو نمینویسن؟ چرا بنزین تنها قلمی هست که برای شما تکسش رو نمینویسن؟ چون هنوزم 225 لیترش رو میخرن 70 دلار، ولی یه گالانش میفروشن به شما 4 دلار. همش مالیات. اینم از بلافاصله با روی کار آمدن ریگان گروگان ها آزاد شدند و طی 8 سال ریاست جمهوری ریگان ایران 8 سال جنگ با عراق را تجربه کرد. هرگاه دموکرات ها اقداماتی برای پایان جنگ انجام میدادند، ایران یک حمله نظامی جدید تدارک میدید و اقدامات صلح را به تعویق میانداخت. طی 8 سال جنگ ایران از طریق ایرلند تجهیزات نظامی خود را میخرید و پول آن را به دولت آمریکا میداد. حواست هست؟ اون وقتا میگو چشت باز کن، گوشتو بده به من. عراق نیز تجهیزات خود را از شوروی و یوگسلاوی میخرید. از فرانسه هم قربان هواپیما و خلبان اجاره میکرد عراق. بعد از جنگ نیز ایران با ایجاد دشمنی در منطقه بازار تسهیلات آمریکا را داغ نگه داشت، به گونه ای که امروز بیش از 7 تریلیون دلار تسهیلات در منطقه خاورمیانه انبار شده و قطعاً این انبار در جنگ نهایی با ایران مصرف خواهد شد. جهان آماده جنگ می شود و یقیناً این جنگ با ایران خواهد بود. همون چیزی که اون جنرال ویسلی کلارک گفته که 7 تا کشور رو اینا به ترتیب نوشتن، همون چیزی که سالها پیش اون برژنسکی هم فکر کنم گفته بود. این مردم هست که اتفاقا یه جایی ما رفتیم گفت آقا شما مثل هنری کسینجر هستی، گفتم از این آدم زشتر پلیدتر، گفت نه صداد مثل اونه، گفتیم ای داد بیداد. اون هنری کسینجر و اینا این کمربند سبز یا خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه نمیدونم 3 قسمتی رو، در هر صورت تریلیون دلار اسلحه در انبار و 7 تریلیون دلار اسلحه برای تخریب ایران کافی است. با سازی ایران 15 تریلیون دلار هزینه دارد. دوباره باید این زرادخانه 7 تریلیون دلاری برای نابودی عربستان تجهیز شود. با سازی عربستان 20 تریلیون دلار هزینه خواهد داشت. اینها تنها بخشی از سیاست‌های جمهوری خواهان و کارتل‌های بزرگ اسلحه برای منطقه خاورمیانه و فروش اسلحه است. کارتل‌های بزرگ اسلحه 4 منطقه مشابه خاورمیانه طراحی کردند که تا سال 2150 بازار فروش تسهیلات نظامی خود را تضمین کردند. پیشبینی من این است که ظرفیت ایران برای بحران سازی رو به پایان است و جمهوری خواهان به زودی فتیله انقلاب ایران را خاموش میکنند. تهران تایمز، خب نوشتی تهران تایمز، ولی کی نویسنده این بوده؟ اینم مقاله بسیار جالبی بود. دوستان عزیز، من همونجور که بهتون گفتم منتظر ویدیوی آقای ارشاد هستم و 4 معمولا ساعت 4 روزهای جمعه برنامه آقای ارشاد، برنامه الان 170 خورده ایش هست که همیشه داره پخش میشه
به پشتکار ایشون تبریک میگم، ممنونم ازشون و ایشون توی همه برنامه ها از دوستان بهایی دعوت میکنه که اگر صحبتی دارن بیان و بگن و چند بارم با اینها مناظره کرده و صحبت کرده. خب ببینیم که این دوستمون مانا چی میگه. Dear Mr. Sorby, سلام. With many gratitude for your proposal program recently I have come across a piece of history on the peace sound. دوست از خیلی طولانیه، بعد از برنامه میخونم و ببینم دیگه اینجا چیزی دارم براتون یا نه، یا برم سراغ به اصطلاح برنامه آقای ارشاد. برنامه هفته قبل رو پخش میکنم براتون تا این برنامه امروز آماده بشه. بلافاصله برنامه امروز رو میارم روی پلیلیست تا ببینید. خب ببینم دیگه چی نوشتیم اینجا براتون پخش. آهان، این دوستمون آقای پتیک نوشته که من برنامه شما رو دیدم، من هم با شما در مورد پخش موسیقی بلند و گنگ بودن صدای خواننده برادر فرخ هم عقیده هستم. در مورد دستمزد دادن زمان صدسازی که گفته بودیم، این چیزی بود که من گفتم اگر به پنی میگیم به دلار میگیم، اینا باید دوتاش یه واحد باشه. یعنی سیب رو با پرتقال مقایسه نکنیم، سیب رو با سیب، پرتقال رو با پرتقال. مثلا بگیم پرتقال دارا با پرتقال مثلا جهرم، بعد سیب نمیدونم کجا خوبه با سیب دامغان مثلا، ولی نمیشه سیب و پرتقال رو چیز کنیم. در اصل این میگه که اون جاروبرقی هم که نشون دادم اشاره من به نوع استفاده و تمیز بودن شخص بود. ضمناً این کلمه چه اشکالی داشت که شما چند بار از گفتنش تفره رفتید؟ بعدم در مورد رقم صفر نوشتن در چک ها، من معمولاً برای دلار به اندازه رقم و برای صفر در بالا به صورت کوچک می نویسم. حال اگر در شهر شما اینقدر مطلب خشخاش می زارن، نه شهر ما نیست، این سیستمای بانکی که اتوماتیک هستن این کار می کنن. آقای پرویز بابایان میگه آمریکا صادر کننده نفت شده از زمان اوباما، ونکوور، کانادا، بنزین رگولار لیتر 1.60 دلار. اینم از این چیدن یعنی سرما خوردن. چاییدن. میگن چاییدن یعنی سرما خوردن. آره مال ما میگفتن سینه پهلو میکنی یا این سینه پهلو مثل که همون نمونیا هست یا زکام میشی، نمیدونم اینقدر درد ما داشتیم، الحمدلله دیگه استاد شدیم. دوستان عزیز، این برنامه امروز جمعه 18 می و برابر با 28 اردیبهشت 1397 به شما تقدیم شد از تلویزیون مردم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و ممنونم از یکایک دوستان. اگر پتیک عزیزم مقاله‌ای میخونه، حالا چه از وبسایت و بلاگ آقای آریانپور یا دیگران، اگه بتونه لینک اونا رو توی ایمیل برای من بفرسته، من میتونم ازش تو برنامه ها استفاده کنم و دیگه شما از یه تهیه کننده معمولی میای کم کم میشی اکزیکیتیو پرودوسر. این اکزیکیتیو هم مثلا میدونید دستورایی که رئیس جمهور میده میگن اکزیکیتیو اوردر. حالا به فارسی چی بگیم من نمیدونم، سعید تو که بهتر از من انگلیسی بلدی بگو ببینیم اکزیکیتیو رو ما به فارسی چی بگیم. آقای فرهاد زمانیان میگه آقای منتظری هم با آقای خمینی گفت برای انتخاب کارتر بهتر گروگانها آزاد بشه که جمهوری خواهان رأی نیارن، ولی آقای خمینی گفت برو بابا. بله بیچاره این منتظری آدم خوبی بود، خودش هم میگه به من میگن گربه نره. انگلیسیش شنیده بودید دوستان انگلیسی صحبت میکرد؟ وقتی بهتون میگم این آخوندا، بذارید من اینجا بنویسم براتون منتظری speaking English، اگه بتونم اینجوری پیداش کنم. بله آیت الله منتظری speaking English to اماد دین
باقی. بذار براتون اینو بیارم که هممون میگیم بابا اینا یه ماش بی سوادن بلد نیستن و فلان، بعد میگیم آقا شاه میبینی چند تا زبون بلده، انگلیسی صحبت میکنه. بابا اون که شاه بوده، از 11 سالگی فرستادنش سوئیس، حالا به جایی که زبان یاد بگیره یه مش کارهای دیگه هم یاد گرفته بود که یکیش آوردن دوست پسرش به ایران بود، کار بسیار اشتباهی بود که باباشم از اون روز گفت دیگه بابا این شاه مال نیست و چشم دیدن اون و دوست پسرش رو نداشت. بله خب این آخونده هم بالاخره یه انقدر انگلیسی بلده، انقدر انگلیسی بلده که به صورت شعر یادش داده بودن. به ما تو مدرسه انا دیکو منال هندی یه گنجشکی دیدم روی درخت یاد میدادن، خودشون انگلیسی میخوندن. بفرمایید. خیلی یادمه لیتورایز میکس من هلسی ویلسی ام وایز، یعنی زود بری تو رخت خواب و زود بلنسی مرد را سالم و پولدار و عاقل میکنه. Makes a man healthy, wealthy and wise. یعنی تو اثر شعر ما میخونی بشعر کم؟ اینم آقای کی بود اسمش؟ آقای منتظری. منتظری قرار بود نایب امام بود و قرار بود بشه بگید رهبر، ولی اونجایی که اینها کسانی رو که دادگاه رفته بودن کشتن و اونم باز به دلیل هم نادانی مسعود رجوی و مجاهدین، گفت خب حالا که شما این کار میکنی ما هم دیگه قانون رعایت نمیکنیم و اینا رو برد کشت، که کار بسیار اشتباهی بود و هم دنیا باید اینا رو محکوم کنن، هم من و شما. این جمهوری اسلامی که میگن بیش از 3000 نفر رو کشتن و البته بعضی ها میگن 30000 نفر، نمیدونم، بعد از آقای مصداقی سال کن. مصداقی هم تو دادگاه بوده، هم تو زندان بوده، هم آزاد شده. خیلی جالب. خب دوستان عزیز، ایمیل من، ایمیل شخصی من هست usa.sorbi@gmail.com. از این ساده تر من دیگه نتونستم پیدا کنم، چون ایمیل بعضی ها میبینم انقدر مشکله که اصلا وقتی هم مینویسن من نگاش میکنم باز یادم نمیمونه. USA که بنده توی آمریکا هستم، United States of America، یه نقطه بذارید که این سوربی با USA قاطی نشه، هرچه منسی سوربی. از این فامیل هم ساده تر دیگه پیدا نمیشه. مثل این گفت اماد الدین اقبال، اماد بیستا دی داشت. بله شماره تلفن اونم هست 202-695-2573. هم میتونید تکست بفرستید، هم میتونید پیام بذارید. لطف کنید قبل از پیام گذاشتن چند تا سرتیتر بنویسید که درباره چی میخواید صحبت کنید، اونجوری خیلی بهتر میتونید صحبت کنید. دوستان عزیز اینم از این و ممنونم از یکایی که شما که با ما بودید. میگه که Welcome to my house my brother، توی اون مصاحبه آخر با بی بی سی با لهجه نجف آبادی میگفت Welcome to my house. بله آقای فرهاد زمانیان هم میگه آقای منتظری هم به آقای خمینی گفت، آها اینی خوندم. ولی مجید میگه که حتی بیشتر از این جمله هم که زود بخواب تا هم سلامت باشی، هم پولدار باشی، هم باهوش باشی، میگه بیشتر از اونم انگلیسی بلد بود. این هم از این. یه کسی بوده انگلیسی بوده میاد مسجد سلیمون اینا، میگه من لالم، میگه من لالم، نمیتونی که بگه، ادای لالا رو در میاره، بعد از 7 سال که زبونو یاد میگیره میگن معجزه شد، حرف میزد و اینها. و اونم یه داستان عجیب و غریبیه، برمیگرده به همین ماجرای نفت و اینها. دوستان عزیز اجازه بدید من از شما خداحافظی کنم، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو کنم. روز دوشنبه برنامه‌های ما قوی جوندار و از ساعت 12 ظهر تا 2 کانون آوا هستیم، از 2 با شما هستیم، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم، اگه ایشون به اصطلاح آماده باشن و کاری نداشته باشن. باز هم مثل همیشه منتظر حمایت های شما هستیم و
میتونید هم برنامه داشته باشید، میتونید ویدیوهای دیگران رو در تلویزیون مردم پخش کنید، همونجوری که آقای خسرو بهرامی هم یکی دو هفته است ازش خبر ندارم. امیدوارم این باران رو نمیدونم هنوز که برف دیگه تموم شد ندارید اینا اذیتش نکرده باشه، امیدوارم گرفتاری کار و ساختن پول باشه. این هم از این ماجرا. یه شماره تلفن 880 هست، از اینایی که میخوان هی میگن وام دانشجویی نمیدونم عقب افتاده فلان دیوونمون کردن هی زنگ میزنن. خب دوستان، قصه ما به سر رسید. چی میگفت؟ به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بذارید من این براتون ببینم، اینجا یه چند تا نوشته هست که هی هر هفته چیزای جدید میاد روش و اونها میره. میگه این ملت رو ول کرد و رفت. آها، در سال 1359 شعری بین من، اینو گفتم راجع بهش که اگر ما قبول میکنیم که ملت خره و این شعرها رو میگیم که مملکت در دستی مشتی خائن است بس که این ملت خره است، تا طرف میگه ملت خره بهش بگو شما نانو بابات مال یه ملت دیگه بوده، حالا مثلا شما به جای خر یابو هستین. بعدم اگه این ملت خره، خب برو شما توی باغوش دیگه، برو یه جای دیگه. اینا رو نفرستین، اینا رو وقتی شما میفرستین کمک میکنید به اونها. البته خب بد نیست من یه دو تا فوش آبدار براشون میفرستم. دوستان عزیز، باز هم از شما ممنونم، به امید دیدارتون دوشنبه. از همین طرق، از طریق هایی که ما رو میبینید، طریق فیسبوک تلویزیون مردم، فیسبوک شخصی خودم، یوتیوب و هر جای دیگه که این برنامه ها رو لطف میکنن و پخش میکنن. روز و روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. هر کی هم میخواد ایران آزاد کنه باید بلندش بره ایران، از خارج امکان نداره. مرسی.